درود من خدمت آنهایی که به خاطر آزادی ایران جان دادند. درود به تمام خانواده های ایرانی از هر رنگ و نژاد و دینی که در حکومت اسلامی نه در حکومت جمهوری آخوندی جان همه آزادی خواهان رو که آرزوی آزادی داشتن و اکثرشون باورهای اسلامی جانشون رو به خاطر آزادی از دست دادن همه ما در مقابل آنها سر فرود میاریم و با آنها احترام میگذاریم و آرزو میکنیم در روز آزادی ایران و ملت ایران همه این جان باختگان با هر تفکری به عنوان آزادی خواهانی که جانشون رو کف دست دادن تا نسل بعدی بتونه با آزادی و امکانات بهتری در دنیا زندگی کنه درود میفرستیم و به اونها سر تعظیم فرو میاریم و احترام میگذاریم. مسئله به قول یکی از دوستان مسئله آنچه که جمهوری اسلامی یا جمهوری آخوندی بهتر بگم چون ضربه‌ای که اینها به خود باورهای دینی ملتی که مسلمان بودند زده شده وحشتناکه. شاید آینده ایران و نسل آینده اگر الان باز هم چشماشون روی خونهایی که ریخته شده و آنهایی که جانشون رو از دست دادن ببندند نسل بعدی هم همین بدبختی رو سرش خواهد اومد. و نگاه کنید هر حرکتی که در ایران میشه تا حتی کوچکترین اعتراض باز هم هر حکومتی از این گروه سر کار میاد در این حکومت به جز مرگ و نابودی و بدبختی چیزی نداره. ولی ببینید در منطقه چه اتفاقی میفته. اجازه بدید که بهتون بگم خبرهایی که شنیده میشه و هنوز تایید کامل نشده. در یکی از نشریات ترکیه گفته شده که خانواده اسد و خود اسد الان در ایران هم. این شایعه هنوز معلوم نیست چیه ولی شاید شعارهایی که جمهوری اسلامی داره میده و با قول معروف جمهوری آخوندی باید گفت نه اسلامی چون بالاخره خیلی بی احترامی هم میشه به مردم مسلمانی که اینطوری فکر نمی کنن و باور ندارن که باید مردم رو به زور به اسلام گروید یا اگر افرادی هستن که از اینا حمایت نمی کنن فقط یک راه مونده کشتن و شکنجه دادن و زجر دادن اونها که وحشت تولید کنن. ولی دلیل این که ما میگیم امکان داره همچی چیزی وجود بیاد روی حرفایی است که دارن میزنن و اگر شما نگاه کنید تا حتی در عکسی که خواهید دید در خود فیسبوک و در خبرگزاری ها دارید میبینیم که آقای اسد رو در هواپیما هستن و متاسفانه داریم میبینیم که باز هم تندروهای اسلامی تو حتی توی آمریکا و کشورهای دیگه تهمت‌هایی رو دارن میزنن به مردمی که برای آزادی دارن جونشون از دست میدن. ولی واقعا ما این بدبختی رو توی همه نژادها و همه کشورها داریم و خود کشور ایران واقعا هر چی من فکر میکنم دنیا چرا ایران رو به این روز انداخت و چرا از تمام حکومت‌های با ادعاهایی که میکردن و هنوز هم بقیده من هنوز هم ناجوان مردانه راجع به آن چیزی که در گذشته ایران بوده قضاوت میکنند. اگر دارید میبینید تا حتی از کسانی که مثل رضا شاه یا رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه خادمی بودند با اشکالاتی که در اون زمان بود متاسفانه مردم دارن زمان رو عقب و جلو میکنن برای خودشون. بعضی تا حتی از مدیاهای خارجی دارن با طرفداری از آن چیزی که کردند و هنوز جوابگوشون نیستند که مردم آمریکا یک روزی باید بلندشن از دولتشون بپرسن چرا دست در تغییر حکومت‌هایی که در منطقه دوستان شما بودند گذاشتی و به بهانه اینکه اونها دیکتاتور هستن و دلایلتونم من براتون میشمارم و بعد شما جایگزین اون رو یک دیکتاتور واقعی و وحشتناک کردید. در تمام منطقه اشتباه شده از ایران که گروگانن مردمش
بارها گفتم، تا حتی بعضی از دوستان میگویند راجع به آمریکا اینطور صحبت نکن، در آمریکا زندگی میکنی ناراحتی داری. گفتم من اگر در آمریکا آمریکایی پاسپورت آمریکایی گرفتم، باور به آزادی های آمریکا دارم و فکر نمی کنم در این کشور به خاطر گفتن حقایقی بتونن کاری بکنن. و نگران من نباش، اصلا از من بگذارید، من که جونم از بچهای داخل ایران به اون جوانایی که نازنین پرپر شدن که بالاتر نیست. ولی واقعیتش اینه، آیا در زمانی که رضا شاه در ایران به حکومت رسید، نگاه کنید در حکومت‌های جهانی در چه وضعی بودن؟ آیا خود آمریکا هنوز مسائل بردهداری رو نداشت؟ هنوز در این کشور که سیاه‌ها توالتشون، رستورانشون، همه‌شون جدا بود با سفیدها، در ایران وجود داشت همچی چیزی؟ و تبلیغاتی که همسایه‌های ایران روس و طرفداران روس مثل حزب توده و دیگران می‌کردن، خودشون در کشوری که ازش حمایت می‌کردن و از اونجا در حقیقت ایده می‌گرفتن، نمیگم دستور ولی ایده می‌گرفتن، آیا خود روسیه در چه وضعی بود؟ خود آمریکا در چه وضعی بود؟ در اون زمان هیتلر داشت دنیا رو می‌گرفت و تمام دنیا وحشت از هیتلر داشت. ولی انصافتون کجاست؟ محمد رضا شاه کاری که پدرش شروع کرد، نه به سبک اون زمان، شاید عوض شده بود، ولی در اون زمان به من بگید مگر همین آخوندها نبودن که نگذاشتن؟ مگر محمد رضا شاه قبل از اون پدرش رضا شاه، مخصوصا رضا شاه، از دوستان نزدیک آتاتورک نبود؟ اصلا شما میدونید که قرار بود که ایران جمهوری بشه و خود رضا شاه میخواد جمهوریش کنه، باز آخوندا نذاشتن و تحمیل کردن به شاه ایران، با وجودی که اون قدرتش داشت، جسارتش داشت و با قول خیلی ها به زور اون قیافه و اون لباس پوشیدن ها رو عوض کرد و به دنیای مدرن رسوند ایران رو. نگاه کنید، چرا تاریخ رو نگاه نمی کنید؟ عکس‌ها هست، نگاه کنید ایران چه بود. مسئله من حمایت از کسی که به ایران خدمت کردن نیست، مسئله من گرفتاری این است که چرا ماها همه چیز رو با دروغ عوض می کنیم و انصاف نداریم. زمانی که شما صحبت می کردید، تا حتی در زمانی که پسر ایشون در چه موقعیتی باز هم زیر زنجیر انگلیس ها و نفتشون بود، چه بلایی سر ما انگلیس ها آوردن و چون نفت رو ملی کردن و بعد هم تاریخش داشت تموم می شد، ببینید حکومت عوض کردن ولی جاش 33 ساله تلنگوری هم به جمهوری اسلامی نمی زنن. می خواهم ببینم آیا جای مقایسه وجود داره بین حکومت آخوندی و حکومت پادشاهی محمد رضا شاه؟ چرا اگر میخواستید، دنیا میخواست و من میدونم که بیشتر تماسش بر این است و خواستش بر این است که جمهوری رو در دنیا بگذاره، اون هم نه بر خاطر فقط ایرانه، اشتباه نکنید، چون معمولا کسانی که به قدرت میرسن برای مدت‌های زیادی، خود مردم و افراد و اطرافیانش وقتی یک کسی کار خوبم میکنه، وادارش میکنن که به کارهایی برسه که ممکنه دنیا باش موافق نباشه. همه اینها رو میگیم قبول، ولی من سوالم اینه، آیا ملت ایران به ملت آمریکا به جز عشق و محبت که تا حالا هم ادامه داره، به اینایی که با احمدی نژاد به زور آخوندا میارن تو خیابون و همش میگن مرگ بر آمریکا، پرچم آتیش میزنه، اینا اکثریت ملت ایران نیستن؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که همه ایرانی ها، نه 6 میلیون فقط، اونایی که هنوز در مرزها هستن، آرزوشون اینه اولین جایی که برن آمریکا باشه. بنابراین هنوز نسل نوع ایران، مثل کشورهای بقیه اسمش رو میارم، مردمش مخالف و نفرت از آمریکا ندارن. ولی چرا آمریکا این کارا رو میکنه و چرا همیشه بازی میکنن نمیدونم. داستانش که وجود داره، بذارید که من البته از یکی از دوستانم در فیسبوک، آقای ولید فارس رو میشناسید، متخصص خاورمیانه هست و از همکاران فاکس هست که محبتی دارن به ما، مهمان ما هم بودن و الان هم بسیار گرفتارن،
تا حتی امروز که تلفنی باش صحبت میکردن همش تو جلسه هستن. و اینجا چیز کوتاهی نوشتن آقای فارس، نوشتن که yes, Islamists can be weird too. اسلام مسلمان ها میتونن خیلی عجیب باشن. Now the Islamist lobby of the United States is out of the accuse. The Egyptian government, media journalists, and even Muslim cleric of being Islamophobes. یعنی نگاه کنید اگر متوجه باشید که میفهمید که چه وضعی وجود داره در وضع و چه کار دارن میکنن و خود مسلمان ها هم برای خودشون دارن وحشت از اسلام درست میکنن. اما بیایم نگاه کنیم به خبرهای خوبی که هست. ما داریم در لس آنجلس باید به پیشواز منشور کوروشی که داره به لس آنجلس میاد با ابهت بریم. برگزار کننده کنسرتی که در سان فرانسیسکو وجود داره، من موریس کگنواریان رو در زمانی که در ایران ارکستر سمفونیا داشت درست میشد و تالار رودکی وجود داشت و خیلی از یکی دو تا از خواننده هایی که اصلا در تالار رودکی جز کور بودن خانم شهره و برادرشون هم بودن و در اون زمان آقای کگنواریان باش من آشنا شدم و یکی از آهنگسازای بزرگ ایرانه و عاشق ایران. گزارشی هست از وایس آف آمریکا راجع به آقای کگنواریان و سازمان پایا که برگزار کننده ایران سمفونی کوروش بزرگ رو امیدوارم به لس آنجلس هم بیاد. واقعا اگر من حالم خوب بود به هر طوری بود حتما میرفتم هم کگنواریان رو میدیدم همین سمفونی بزرگ رو و امیدوارم که همه شما آرزو میکنم موفقیت داشته باشید و اگر کسانی هستید که از ولی میخواد در زمانی که منشور میره منشور آوردن به لس آنجلس میخواید از ولی روز خاصی هست، من دارم صحبت میکنم با خیرینی که میتونن سرویس مجانی اتوبوس براتون بذارن، ولی با ما تماس بگیرید که ما بتونیم این رو تقاضا کنیم و حتما کمک خواهند کرد که شما وقتی میاد منشور کوروش رو اینجا میارن، اگر از ولی ماشین ندارید یا میخواید بردن ماشین در اونجا مشکل براتونه میتونید با اتوبوس برید و ساعت هم بعد از ظهر براتون میدارن و برمیگردونید به اونجا. با ما تماس بگیرید و حتما ما در خدمت آن چیزی که برای فرهنگ ایران هست و دموکراسی و آزادی و حقوق بشر این تلویزیون در اون راه قدم برمیداره و تا زمانی که قدرت داشته باشه سر پاش بمونه این راهش رو عوض نخواهد کرد. ولی اجازه بدید نگاه کنیم به گزارشی از این مسئله آقای کگنواریان که تلویزیون وایس آف امریکا گزارشی در اون تهیه کرده و بسیار هم زیباست. اون رو نگاه میکنیم و امیدوارم که همه شما در زمانی که مجسمه کوروش میاد و منشور کوروش میاد و امیدوارم که همه شما برید ببینید این یک بار ممکنه در زندگی اتفاق بیفته. بله همه نمیتونن در لندن برن و موزه لندن وقتی برمیگرده ببینن و شاید هم یک شروعه، شاید این هنوز ادامه داره و جاهای دیگه میره. نگاه کنیم به این قسمت، برمیگردیم با هم دیگه صحبت میکنیم. اولین تور نمایش منشور کوروش کبیر در آمریکا که با قدمتی 2500 ساله به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته شده است و زمان پیدایش آن در سال 1879 میلادی در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود، پس از افتتاح چند ماه گذشتهش در شهر واشنگتن دی سی هفته گذشته به موزه هنرهای آسیایی شهر سان فرانسیسکو رسید. بدین مناسبت با حمایت سازمان اتحاد عمومی آمریکایان ایرانی تبار پایا در کنار کمک‌های سازمان‌ها و افراد مختلف در سان فرانسیسکو کنسرت موسیقی به رهبری لوریس کگنواریان آهنگساز ایرانی و رهبر برجسته ارکستر با حضور علاقمندان و مشتاقان برگزار شد و سویت سمفونی که توسط او برای کوروش کبیر نوشته شده بود برای اولین بار در دنیا و توسط ارکستر فیلارمونیک سان فرانسیسکو اجرا شد. الان که 75 سالمه، اقلا
فکر میکنم اون چیزایی که من سمبولهایی که من در زندگیم هم تو ایران داشتم بر هر کدوم از اینا من یه اثری نوشتم. تحت تاثیر کوروش کبیر حتما سالها سال فکر میکردم یه اثری بنویسم، باید حتما آخر عمر یه چیزی باید بنویسم واقعا که بزرگی اون رو نشون بدم. فکر کردم و مطالعه کردم و آخر به آخر رسیدم. این سه سال چهار سال طول کشید تا این اثر رو تمام کردم. 22 بار فکر میکنم از اول تا آخر نوشتم تا اینکه موفق شدم، چون اینقدر این شخصیت بزرگه که باید اون اثر اصلا اقلا از خودش یه چیز ارزشی داشته باشه. و حالا تو اونقدر که قدرت من بود، من تو در توان من بود و در قلب من بود، در عشق من بود، برای انجام دادم. در بخش اول برنامه پس از اجرای سرود ای ایران، اثر روح الله خالقی با صدای رایکا شهابی یغمایی، سه موومان از آثار گذشته چکنواریان، سویدهای رستم و سهراب و آرارات اجرا شد و سپس تارا کمانگر، آهنگساز و نوازنده پیانو، کنسرتو پیانو شماره 2 کمیل سنسان، آهنگساز فرانسوی را به رهبری چکنواریان اجرا کرد. کمانگر میگوید این برنامه‌ای بود که به مناسبت بزرگداشت کوروش کبیر برگزار می‌شد و من می‌خواستم قطعه‌ای رو اجرا کنم که هم برای شنونده جذاب باشه و هم به مناسبت این برنامه بخوره. برای من افتخار بزرگی بود که بتونم اون رو به رهبری لوریس چکنواریان اجرا کنم و به آرزوم برسم. در بخش دوم برنامه سویت سمفونی کوروش کبیر اجرا شد. در این قطعه که از 3 موومان تشکیل شده، در شروع هر قسمت متنی که توسط چکنواریان بر اساس منابع تاریخ شناسان یونانی درباره زندگی کوروش نوشته شده بود، توسط هوشنگ توزی، نویسنده، کارگردان و بازیگر از زبان کوروش خوانده میشد و سپس موسیقی اجرا میشد. رایکا شهابی یغمایی به عنوان خواننده سوپرانو علاوه بر اجرا در سویت سمفونی کوروش کبیر، در دو قطعه ابتدایی و انتهای برنامه با نام ایران از ساخته‌های دیگر چکنواریان نیز قطعاتی را اجرا کرد. شب خیلی عزیزیه به خاطر اینکه یه جورایی برای من که خارج از ایران زندگی میکنم مثل اینه که تو ایران دارم کنسرت میذارم، چون تمام امشب، تمام موسیقیش، تمام چیزایی که من میخونم در مورد ایرانه. من خیلی برای مهمه که غیر ایرانیا با فرهنگ ما، با یک آدمی که human rights رو 2500 سال پیش آورده و در موردش صحبت کرده دارن آشنا میشن. خب ما تو ایران هم قهرمان افسانه‌ای داریم هم قهرمان واقعی داریم. قهرمان افسانه ما خب معلومه رستمه، ولی قهرمان واقعی ما کسی نیست جز کوروش بزرگ که واقعا سمبل آزادی، سمبل عدالت بوده و 2500 سال زنده است و تا تاریخ این دنیا هست اون زنده خواهد بود، نه فقط در قلب ما ایرانی ها بلکه در قلب تمام دنیا. این اثری که راجع به کوروش نوشتم، امیدوارم که بتونم این رو در تمام دنیا اجرا کنم و بزرگی کوروش نشون بدم و با بزرگی کوروش بزرگی ایران نشون بدم. دنیا بدون هنر جای خیلی غمگینیه و هر کشوری که میخواد که واقعا پیشرفت کنه در این و مردمش پیشرفت کنن، تمام ثروتش رو بیشتر باید بذاره
برای فرهنگش. چون اگه یک کشوری فرهنگ نداشته باشه گمنامه. منشور کوروش کبیر قرار است از 2 ماه آینده در موزه گتی شهر لس آنجلس در معرض دید علاقمندان قرار گیرد. آرش راد، صدای آمریکا، سان فرانسیسکو. بله، در حال خبرهای خوشی است که اگر هر زمانی به ما به تاریخ‌های خوبمون برگردیم، جایی که دنیا ازش حمایت کرد، شناختش و در تمام اسطوره‌ها و تاریخ‌های جهان گشتگو که جستجو کرد و کسی رو پیدا نکرد انسان‌تر، والاتر از کوروش. ولی چه بگم، معرفت در گران است که به هر کس ندهند، پر طاووس قشنگ است که به کرکس ندهند. بله، کوروش نگاه کنید، همین حکومتی که سر کار اومد به دنیا بش به شخصیتی مثل کوروش تمام دنیا احترام میگذاره، در همین حکومتی که واقعا نباید اسمش رو ایرانی گذاشت، برای اینکه همین پیشوای مهم ایشون آقایان خامنه‌ای، خمینی و همه اینها ایرانی رو قبول ندارند، اگر نه ملت ایران رو به این بدبختی نمی‌رسوندن و سینه بزنن برای یک جنایتکار دیگه مثل اسد که مردم خودش رو می‌کشه. آیا فکر میکنید جمهوری اسلامی با تهدیدهای تو خالیش که میکنه چه کار داره میکنه؟ نگاه کنید، در چند روز گذشته زیر دریایی های ارتش انگلستان و ناوهای موشکنداز و بزرگترین ناوهای آمریکا، نه همشون، اصلا لزومی نداره، سوریه چیزی نیستش، هر دوتا در 4 روز گذشته در اونجا آماده هستن برای هر کاری. و متاسفانه بازی‌های کثیفی که اسد می‌کنه درست همون بازی‌هایی است که حکومت آخوندی می‌کنه. دروغ گفتن، کارهایی رو کردن، حاشا کردن و همه چیز رو برعکس نشون دادن. گاهی وقتا من پیش خودم فکر می‌کنم این حکومت عین بچه‌های لوس و نونور داره عمل می‌کنه. دیدید بعضی از بچه‌ها هستن وقتی بهش میگن که آقا دستاتو بشور، عمدن کاری که میکنه برمیگردیم که دستای خودت کثیفه، اصلا دستای من تمیزه، سیاه نشون میده دستو، بعد میگه دستای من تمیزه، دستو کثیفه. حکومت هم همینه. این حکومت من باورم بر اینه، دنیا برای اینی که ایران رو یک روزی سر بلند نکنه و صحبت از همین چیزهایی که الان داره اتفاق میفته، یعنی ما کشوری بودیم، اولین کشوری در تاریخ دنیا که حقوق بشر داشتیم، الان کشور کوروش چگونه جاشو داده به حکومتی که انسانهای خود مملکتش رو، نه کشورهای دیگر رو، مملکتش رو داره به جرم این که شما آن چیزی که ما میگوییم فقط اون رو میتونید بشنوید و اگر نشنوید میکشیم، اعدام میکنیم، تجاوز میکنیم. آخه نگاه کنید، حکومت دینی چگونه میخواهید شما راجع به اسلام صحبت کنید وقتی خودتون نمونه یک حکومت اسلامی است، پر از جنایت، دزدی، پر از خیانت، پر از تجاوز به بچه ها، به زن ها، به مرد ها. آقای روحانی، شما فکر میکنید اصلا تغییری میتونید بدید؟ شما بنیان خود کاراتون رو نگاه کنید، وزراتون رو نگاه کنید، افرادی رو نگاه کنید و ببین پروندهش چی هست. شما تا حتی اگر ایران رو، ببین ملت ایران اگر مردمی بودن بخوان جنگ بکنن یا تو کشورشون وحشت نداشتن از اینکه تیکه تیکه بشه کشورشون، اقلا مثل کشورهای دیگه عربی همسایه ما رفتار میکردن دیگه. ولی نه، هیچ کدوم از ما دلمون میخواد ایران ایرانستان بشه، ولی همه منتظریم که بدونیم دنیا کی دست از شما برمیداره. شما در اینجا مردم رو به عنوان بیدینی، به عنوانی که شما ادیانتون ادیانیست که ما قبول نداریم، همه افراد رو، از بودایی گرفته تا بهایی گرفته تا عیسوی گرفته تا یهودی گرفته تا بیدین گرفته، همه اینها رو شما
میکشید، زندان میکنید و بهترین دوستا و حامیاتون کیا هستن؟ روسیه. این دلبستگی حکومت جمهوری اسلامی و جمهوری آخوندی به جمهوری روسیه و آقای پوتین من نمیدونم چه معنی داره. آیا جمهوری اسلامی که مردم خودش رو، افرادش رو و تا حتی مسلمانانی که باورشون مثل اینا نیست، حالا مگر از خود بزرگان دین دیگه مثل آقای بروجردی سالها نیست که در زندانه، چگونه است که این آقایون که هر کسی رو که نمیدونم رفتارش اینطوری باشه شکنجه میدن، اگر یک نفر یک جای زنی رو ببینه یا صورتش یا دستش رو ببینه بلا فاصله شلاق به زن و مرد میزنن و بعد خودشون بهترین دوستشون روسیه است؟ نگاه کنید اصلا چه چیزی این؟ تا اگه فکر کنیم اینا افرادی هستن که واقعا خداپرست و خشک مذهب و اصلا نمیخوان هیچی رو قبول کنن برای آینده، ولی اینی که دیگه از اول وجود داشت، اینهایی که وقتی میان یک نفری که دین داره مسیحیه و یک نفری که دین داره یهودیه یا یک نفری که برای خودش دین داره بهاییه، وقتی اینا رو زندان میکنید، اعدام میکنید، یعنی چی؟ چگونه بعد شما با کشورهای مثل روسیه دلبستگی های عجیب غریبی دارید؟ حالا فکر میکنید روسیه اگر ایران شلوغ بشه میاد از شما حمایت میکنه؟ خب کشورهای دیگه هم میریزن تو ایران دیگه. خود شما کجا میخواید برید؟ به من بگید به کجا میخواید برید؟ به سودان؟ الان شما این ور دنیا دارید از یک حکومتی که مردمش میکشه حمایت میکنید، چون مثل شماست. شما بعید نیست فردا یک دیوانه بین شما پیدا بشه. حالا یک دیوانه پیدا شدنش خیلی مشکل، برای که اکثرا در دولت تقریبا دیوانن دیگه، همشون هیچ کدوم منطقی ندارن، اصلا به فکر مملکتشون نیست. من نمیدونم تمام این وزرا واقعا همه اینا مثل خمینی هن؟ یعنی به ایران احساسی ندارن؟ چرا در ایران موندن؟ اگر شما میخواید خدمت به عالم اسلام بکنید، برید به همون کشورهای سودان و مودان، برید در اونجا یه کاری بکنید که اونها رو بتونید چیه کنید، ببینید اصلا خودتون زنده نگه میدارن؟ چی میکنید با ملت؟ من نمیدونم. وحشت رو تولید کردید، در بین ماها یک درمیون جاسوسایی رو گذاشتید که همشون هم اکثرا کرواتی هم. بعد اینها هم در اینجا همه ماها رو به جون هم میندازن. بین ما هم افرادی هستن که معلوم نیست، حزب بادن، هر روز به یه طرف میرن، یه روز طرفدار اینن، هر جایی که بدونن یک قرون توش ممکنه باشه میرن طرفمون و هر روز چهره عوض میکنن. به جایی رسیده که ما خودمون توی آمریکا دیگه نمیدونیم. من بارها سوال کردم از بعضی از افراد که شما که وقتی اینجا اینقدر دست باچه و نگرانید که کدوم در کدوم مسجد دارن توطئه میکنن، نمیدونم سازمان فلان در کجا داره با ایران کار میکنه، اون یکی چطوره، چرا جلوشون رو نمیگیرین؟ همه جواب میدن در کشور ما، بگید اولا برای ما خیلی مشکله، برای اینکه ما باید هر چیزی رو میگیم ثابت کنیم و برای ثابت کردنش باید به ما اجازه بدن که اینها رو ببینیم چی هست، چه کار میکنن، چون اینا که روباز این کارو نمیکنن و خیلی هاشون الان تحت نظرن. ولی وقتی اجازه نمیدن به مامورای امنیتی داخلی مثل FBI که برن دنبال اینا و تمام مدارکشون در بیارن و همش بازی میکنن، خود دولت آمریکا بازی میکنن، تا مامورای امنیتی آمریکا هم دچار فشار میشن، چون میشون امکانات نمیدن که ببینن آقا تو این مملکت چه کسانی بر علیه این مملکت دارن کار میکنن. ولی گر رو گر داریم میبینیم که خیلی از ایران میان، در ایران هم کار کردن، با دولت هم کار کردن، در تلویزیون هاشون هم بودن، بعد در اینجا میان، بعد از اینکه خونه هاشون و پولاشون از دست دادن، همون نوع کلاهبرداری در اینجا انجام میدن، در یه تلویزیون میرن مثل پارس پول میگیرن، بعد از اینجا ول میکنن میان از NITV 25,000 دلار میگیرن، زن بچه‌شون رو میارن، بعد
عین چاقوکشای گذشته میان و میگن ما میترسیم حرف بزنیم. و متاسفم، متاسفم از شما رو، شما مردم، که همین افراد در همون حکومت، در همون تلویزیون ها باز ما میبخشیم، ولی وقتی اینجا میایم میبینیم چه افرادی هستن و چقدر وقیع. بارها من ببینید انتقام جو نیستم، من خیلی ها رو که اذیتم کردن بخشیدم، ولی اونهایی که ایران رو اذیت کردن، به ایران خیانت کردن، نخواهم بخشید. از خودم هر چی شده میبخشم، ولی مردم ایران، جوانان رو بکشتن دادن، دروغ گفتن ها، کلک زدن ها، الکی. ببینید شما نگاه کنید، وقتی یک نفر میاد جلوی تلویزیون یا در مدیای یک چیز تو خالی رو به عنوان مبارزه به مردم ایران میده، چه کار داره میکنه؟ آیا خیانت به ملت ایران نیست؟ آیا اینی که شماها، همه شماهایی که هستید در اینجا، اکثرتون حقار آفریدید و مردم رو تو خیابون فرستادید، بعد تو سری خوردن، بدبختی کشیدن، بعدش هم با کمال وقاحت به روتون نمیره، اصلا معذرت هم از مردم نمیخوان، باز من دهنم رو میبندم میگم اینجا زمانی نیست که الان به جون هم بیفتیم. ولی واقعا، واقعا بهتون میگم بسیار دلگیرم از جامعه خودمون. نگاه کنید با ماها چه کار کردن. هر کدوم از کسانی که پاشون میخوان تو ایران بذارن یا با ایران کوچکترین معامله ای دارن، به یه بهانه دولت خریشون میچسبه و همه رو بهشون داره وحشت تولید میکنه، تا حتی تو آمریکا وحشت تولید میکنه که شما حق ندارید تا حتی در آمریکایی که آزادی است و خودتون آمریکایی شدین، یعنی توی کشور آزاد الان آمریکایی هستید، ایرانی آمریکایی، خودتون تا حتی دستورات و تهدیداتون از جمهوری اسلامی میگیرید و بعد برای یک سفر به ایران یا یک معامله کوچکی یا هر چیزی پاتون میذارید، چشتون هم میذارید به روی خونهایی که این حکومت ریخته از جوانان و مردان بزرگ ایران. الان که مگه نمیدید شروع کردن به تبلیغ کردن بین تمام ایرانیایی که در اینجا هستن و خیلی هاشون هم وطن پرستن، تهدیدشون کردن که آقا شما حق ندارید تو تلویزیون های سیاسی برید. اولا نمیتونم بفهمم غیر سیاسی یعنی چی. غیر سیاسی یعنی همین هایی که تلویزیون 30-40 تایی که زدن، همین ها رو میخوان، مگه غیر از اینه؟ مگر جشن نمیسازید، نمیذارید اونجا پرچمی هستن جرأت نداری؟ آقا اگر طرفدار جمهوری اسلامی هستید پرچم جمهوری اسلامی بدید ما ببینیم شما کی هستین. و هر جا میذارید دیگه پرچم دیگه وجود نداره. همه هم یه کار یاد گرفتن، اصحاب تلویزیون گرفته تا روزنامه تا تلویزیون ها هر چی دیگه. ما سیاسی نیستیم. برای چی؟ برای اینکه خودشون هم مثل جمهوری اسلامی مرتب تلفن دستشونه به این تلفن تلویزیون، به اون شخصی که هست، در هر جا که تبلیغات بذارن که اون تلویزیون تلویزیونی باشه که برای مردم ایران مبارزه میکنه، میرن میرسونن تبلیغات رو پیشنهاد میکنن، 2000 دلار تبلیغ رو به 300 دلار میخوان برن. یه دو نفر گذاشتن اونجا مرتب به همه تلفن میکنن طوری که یارو خسته میشه، میگه آقا اصلا نمیخوام با ایرانی کار کنم. شما فکر میکنید برای چی ما نمیتونیم تبلیغ آمریکایی بگیریم؟ دو تا دلیل داره. یکی که ما نمیتونیم ثابت کنیم که ما چند نفر بیننده داریم، برای که رو ستلایت. یکی دیگه که اصلا من فکر میکنم جمهوری اسلامی بی خود داره پول خرج میکنه. آقای روحانی بی خود پول خرج نکن، برای تلویزیون های ایرانی خرج نکن، نگرانش نباش. اینجا خودشون هم دیگه دارن میخورن، دارن تو سر هم میزنن. شما نگران تلویزیون های ایرانی نباشید، دارن یکی یکی بسته میشن میرن و براتون همونایی میمونن که شما خودتون فرستادی. ولی در اینجا اصلا سازمان حزبی وجود داره که در مقابل این توطئه‌ها بیسته؟ بله، 40 تا حزب، چند نفر عضوشونن؟ خودشون میگن هزاران نفر، نه چند نفر عضو دارن؟ 40 نفر، 50 نفر، 100 نفر. ولی تا حالا شما حرکتی دیدید از این گروه ها کنار هم بیستن و یک کاری بکنن؟ کار حقوق بشری، کار جامعه ایرانی، کاری حمایت از زندانی های سیاسی. آیا شما تونستید 10 تا آمریکایی کنار خودتون بذارید ببرید؟ میدونید چرا؟
چون وقتی میرید اصلا معلوم نیست هر کی برای خودش چیزی میگه. شما میرید از حکومتی در مقابل جهان بهش حمله کنید و از افراد بیگناهی که در زندان‌هاش هستن به هزار یک دلیل دفاع کنید، ولی وقتی میرید اونجا شعارهایی میدید که اصلا به هم ربط نداره. 34 سال مرگ بر جمهوری اسلامی رو از همه شنیدیم، از مجاهدین شنیدیم، از پادشاهی شنیدیم، از جمهوری خواه شنیدیم، از چپ شنیدیم، از راست شنیدیم، ولی هیچ حرکتی ندیدیم. اگر همین لس آنجلس 12,000 نفر نمی اومدن، 11,000 نفر نمی اومدن، من خودم بودم اونجا دیگه، خودم جز افرادی بودم سخنرانی میکردم اون بالا. الان رسید به چند نفر؟ یعنی طوری ما رو آچمز کردن بقول شطرنج بازا که هر حرکتی بکنی بازنده ای. برای همین است که شما هم دوستان عزیز من، بینندگان، شما هم بازنده اید، برای که شما هم گیج شدید، شما هم افراد رو نمیشستید، شما خاطرخواه یه نفر میشه یا دوتا تلفن باش میکنید، بعد فردا اگر اون بزرگترین خیانت هم به ایران بکنه شما دوتا ساکت میشید، یا شما که دوست داشتین ساکت میشه. خب مقصر کیه؟ هر کسی، هر ملتی فرهنگشو میسازه، هر ملتی خودش روشنه‌ی فکری باید داشته باشه که بدونه کی چی میگه و کی برای چی این کارو میکنه. و شما بهانه هایی که میارید یعنی میدونید مثل چی مونه؟ مثل که شما در هر حال افرادی هستید و یک عده کمی به عنوان سربازان بینام و نشان دارن جلو جون خودشون و مال خودشون و حیثیت خودشون رو میگذارن و هر لحظه در خطر ترور یا هر چیز دیگه هستن، چه شخصیتی چه جانی. شما تا حتی به بهانه این که من سیاسی نیستم و نمیدونم، من نمیخوام راجع به این صحبت کنم که فلان باشه، من جزء هیچ گروهی نیستم، مگه باید جزء گروهی باشی؟ اصلا چرا میخواد جزء گروهی باشی وقتی گروه ها هیچ کار نمیکنن؟ ولی آیا شما واقعا فکر کردید که اگر شما اونور مرز بودید اینطوری فکر نمیکردید؟ تا پاتون از مرز میذارید به آزادی ملت ایران رو فراموش میکنید، فکر منافع خودتونی. طرف برای رفتن ایران اومدنش به بهانه‌های مختلف، مادرم پیر، عمم پیر، فرمان آقا بیارید بیرون اونا رو، مگه هر روز نمی آقا تمام جمهوری اسلامی ها دارن میرن بیرون اینجا، چطور جاسوس ها را میدن؟ شما نمیتونید فک فامیلیتون رو بیاری که آمریکایی هم هستی؟ ولی ببینید به چه قیمتی؟ تا حتی اسمتون نباشه فکر میکنید من میشه؟ من فکر نمیکنم شما چقدر باهوشی. یعنی شما چطوری همه این بازی هایی که ما در اینجا از دست طرفدارا به این بهانه ها میبینیم در بین خودمون، آدمایی که من موافقم ولی من متاسفانه باید هفته آینده برم ایران، عمم اونجا حالش خوب نیست، خیلی خوب تو میخوای بری، همه شون عمه خاله هاشون رو بهانه میکنن. تو ایران اگر بپرسی چند سالی که در اونجا اون چند دفعه عمت دیدی، یه دفعه هم نایده. حالا بهانه ای داره عمش که من حرفی راجع به بچهای ایران رو که میکشن و میزنم تا حتی نمی، من حاضر نیستم به یک نفر یا یک سازمانی کمک کنم بدون اینکه کسی بدونه و اون جونشو در خطر بندازه برام، تا حتی به اونجا هم حاضر نیستیم بکنیم. ببینید ما مشکلات گوناگونی داریم، دنیا برای تبارها گفتم و روی حرفم میستم، دنیا برای تغییرات تمام جهان خودش به چه جایی افتاده و چگونه شده؟ سوال من جواب بده اگه اشتباه میکنم، چگونه شد؟ نگاه کنید تمام منطقه ایران، عراق، اولا به جنگ افتادن، همه اسلحه‌هاشون از دست دادن، بعد ایران رفت باز کمکش کردن، هم چین و روس و همین فرانسه و آلمان و همه اینا اومدن کمکش کردن که بتونه بازم نفت بفروشه و بمباشو بدوشه. حالا ایستادن که مبادا
یک باری به یک بهانه ایران یه اشتباه بکنه یا یک دیوانه از اینهایی که در اونجا با وزن 60 تنی به عنوان فرمانده سپاه یک روزی دستش بذاره یه دکمه یه موشک بره حالا هر چیزی بوده به یک کشور همسایه بخوره، به بحرین بخوره، خدا نکرده، تو فکر می‌کنی دنیا آروم میمونه؟ به کویت بخوره، به عربستان سعودی بخوره. حالا نه، آیا ایران در موقعیتی هست؟ یعنی میخواد حتی ایرانم به الان مگر نمیبینید؟ آقا تو رو خدا به حرفای من یه خورده گوش کنید، شما به عرایض من گوش کنید، نگاه کنید آذربایجانی که از ما جدا کردن چقدر دارن کمکش میکنن الان. آذربایجان دارن چنان درستش میکنن که وقتی آذربایجانی ایران که باید اون مال ایران باشه این قسمت آذربایجان هم مردمش اونقدر ناراحت باشن میگن آقا الان بریم اونجا. دارن میبینید الان نگاه کنید همه رو دارن، مثل سابقه ایران که کمک میکردن نمیدونم بزرگترین هنرمندا نمیدونم فلان به امان ارائه ایرانویز، نگاه کنید در اونجا چیکار میکنه، تمام قسمت ها توجه به اونجاست. آیا شما پیش خودتون فکر نمی کنید که بین ما هم هستن ایرانیایی که دارن از اون ور پول میگیرن که به این جدایی رو تولید کنن؟ هر کی به فکر خودشه. مسئله پول، یعنی من نمیدونم این چه کثافتی است که همه شرف و حیثیت چه به خاطرش میذارن. و هیچ کس در این وسط واقعا از منمنهاش دست بر نمیداره، همه برای خودشون یه ادعایی دارن. هر روز میبینم که یه روز این وریان یه روز اون وریان، هر طرفی که فکر کنم وقتی به بنبست زدم تا 2-3 روز وضعشون درست شد دیگه اصلا به کسی محل نمیذارن، تا خوردن زمین شروع میکنن، درست وقتی که تا حتی میخوان دستش بگیرن که زمین نخوره فوری باز. آخه خصلتشون اینه، خصلتشون اینه که آقا میگن نیش عقرب نه از رهی که این است، اقتضای طبیعتش این است. بعضی از ما اینطوری شدیم. از این ور امروز تا شب با هم دوستیم، هی به هم میگیم چیکار کنیم، کمک کنیم، فلان کنیم، فردا صبح میشینن جلو دوربین برخلاف اون چی که تو هست، اون کسی که دشمنت خائنه دزد بوده ازت دزدی کرده میارن تو تلویزیون شو باش مصاحبه کنن که بخواد تئاتر بذاره. آخه چطوری ما میخوایم به جایی برسیم؟ میدونید چرا؟ چون واقعا اونهایی که تلویزیون زدن برای ایران زدن، برای آزادی ملت ایران زدن. تو من نشون میدی چند تا تلویزیون اومده و از جیبش پول گذاشته، از جیبش پول گذاشته و همین برنامه‌اش که به ایران میره مال خودشه، به هیچ جام وابستگی نیست. به من بگید تو رو خدا، من روشن کنید در این مرستی که وجود داره. یادتون میاد 7-8 سال پیش، شاید هم بیشتر، هنرمندای ما رو به زور پول، بزرگترین هنرمندا رو ما رو بردن و گفتن از ایران صحبت نکن، از ایران نخون. وقتی این کارو کردن نگاه کنید الان هنرمندا، شما خبر ندارید. در خود همین کالیفرنیا هنرمندایی که در هر حال شما موجب شدی تلویزیون چیا، مگر همین هنرمندا در اول NITV نبودن که همه تو NITV بودن؟ شما موجب شدید که خب هنرمندام در هر حال مسئله مادی براشون مهم بود، حالا هر کسی، خیلی هاشون نکردن ولی خیلی هاشون کردن، برای که شاید پیش خودشون فکر کردن که این مردمی که براشون مهم نیست که فردا یادشون میره. حالا ببین خود هنرمندای ما به چه روزی افتادن. شما مردم به من بگید چگونه یک خواننده ای که زیر بغل و طرفدار جمهوری اسلامی است در اینجا برنامه میذاره شما پکش میکنید، بعد خواننده هایی که در اینجا آواره هستن و بدبختن و گرسنه هستن کنسرت که میذارن همه تو میگید خب اینجا هست یه اون از ایران که میاد من ندیدیم شما ببینید، شما که همه تو میرید ایران میرید بجرد اونجا ببینید دیگه.
فکر نمی کنید که جاری شما نونه هنرمندای ما رو از سفرهشون ور می دارید می ذارید تو سفره هنرمندایی که برای جمهوری اسلامی کار می کنن؟ هیچ روزی می نده که جمهوری آمریکا بهشون ویزا بده یا نده. شما چطوری نمیتونید واقعا از این ما که ببینید، اگر من اصلا از این متنفرم که بعضی ها بی خودی حرف میزنن. الان مد شده که اگر لس آنجلس نبود ایران آزاد میشد. اگر لس آنجلس نبود شما اصلا تلویزیون نداشتید که آزاد بشه، ولی خود شما این تلویزیون ها رو خراب کردید، خود شما واقعیت ها رو زیر پا گذاشتید عزیزم، خود شما نتونستید نگذاشتید یک تلویزیونی باز بشه که دولت خارجی درش اثری نداشته باشه و مورد توجه باشه. چه کسانی ناتیوی رو بستن؟ دولت آمریکا؟ ناتیوی هیچ وقت نه ورشکست شد نه بسته شد. درست در زمانی که ناتیوی در اون زمان راه‌حل‌هایی پیدا کرده بود برای اینکه تلویزیون سرپاشون بمونن، همه تلویزیون‌ها چون دبی هنوز پول بیشتر در میومد قبول نکرد. همش فکر نکن استثنا داره. خب تلویزیون تپش معلوم که قبول نمی‌کنه، چون از اولش رفته بود برای موزیک و کنسرت و خوانندگی و پولایی هم که می‌گرفت وحشتناک خوب بود. آخرش به کجا رسید؟ یک طفلک دیگه در زندان ایران معلوم نیست حالا آزاد شده یا نه. اون یکیش هم آواره بالای اینجا و اونجا. وای به حال اونایی که ادعای سیاسی داشتن، وای به حال اونایی که صاحبای تلویزیون شدن و صاحب تلویزیون شدن، اونم با پول شما، با چون که پولی نداشتن که، و بعد شروع کردن با شما بازی کردن. تلویزیون ها اونم شدن مثل خودمون، کاراکترهای خودمون. امروز مرگ بر شاه، فردا زنده باد شاه. امروز زنده باد مصدق، فردا مرگ بر مصدق. اصلا شما متوجه هستید که دون رو پاشیدن توی اون زمین شما و توی این دونها هم سنگ هست، هم زهر هست، هم هرچی هست، شما هم ریختید همونطوری میخورید. یعنی تا چه جنگ مصدق و محمد رضا شاه، کودتای 28 مرداد، کودتای 28 مرداد تنها کودتا نبود، مگر این حرکتی که انقلاب گذاشتن انقلاب بود. هنوز راجب کشتار دوستان هموطنان مجاهد من هنوز گفتاراشون راجب زمان پادشاهیه که چند تاشون نمیدونم گرفتن، چند تاشون ساواک شکنجه کرد چیکار کرد، ولی کشتار هزاران نفری اینا رو مسئله دومه براشون. هنوز یک حکومت پادشاهی که در ایران نیست، ولکن نیستن و هیچ کدوم انصاف ندارن که بگن خوبی هم توش بود دیگه. آخه مگه میشه؟ نگاه کنید اون مملکت چی بود و بعد کدوم طرف ما، کدوم ور ما آزادی و دموکراسی بود؟ ما همسایه‌مون کیان؟ الان مگه کیان؟ پاکستان، افغانستان، روسیه، نمیدونم کشورهای عربی خلیج، کدومشون دموکراسی اروپایی داشتن که شما اومد ایران رو کزدید کوبیدید که اینطوری بشه؟ نه ازن ایران شما نمیدونید، خودتون نمیدونید چی دارید. ایران از هر لحاظ از تمام کشورهای منطقه برای دنیای آزاد مهمتره و برای همینه که من همیشه میگم این دنیای آزاد و درو ملت ایران رو به گروگان گرفت به خاطر جنگ های دینی. هیچ جنگ دینی در دنیا به جز فاجعه و بدبختی و کشتار وحشتناک چیزی رو به سوقات برای ملتی نیاورد. نگاه کنید چه بین ما چه تفرقه افتاده. آدم دروغگو، آدم شارلاتان تو هر دینی وجود داره. مسلمان باشه روزی 80 رکعت نماز بخون، اصلا برو تو پای قبر نمیدونم کعبه کفن بپوش و بخواب. وقتی تو به یک انسان دروغ میگی، وقتی تو دروغگو هستی، وقتی تو کار رو که میکنی انجام نمیدی پولشو میگیری و بعد هم با کلاه برداری زندگی تو میچرخونی، تو دیگه مسلمان چیه؟
تو اصلا انسان نیستی. در حال نمیدونم، CNN اعلام کرده که زمان حمله نظامی به سوریه اعلام شد. این هم البته چیزایی است که ممکنه شایع باشه. اعلام که نمی‌کنن زمان جنگ رو، قربونتون برم. سوریه در هر حال در هر روز و هر زمانی امکان سقوطش وجود داره. ولی مثلا اینجا بعدش چی میشه؟ مصر رو چه کار کردن؟ آقای آمریکا و رئیس جمهورش تا حتی دفاع میکنن از این انتخابات دموکراتیک گروه تروریستی اخوان المسلمین. ایران از این ور حمله میکنم، من اسرائیل میزنم. ای بابا داری بدبختی برای ملت ایران درست میکنی. تموم میشه وضع، نگران نباشید. در هر حال من ازتون تمنا میکنم بیایید کنار همدیگه بیستید و به ملت ایران فکر کنید. اینقدر خودخواه نباشید. به ملت ایران فکر کنید که روز شبشون که زجر میکشن. مگه فکر میکردیم که ایران، ملت ایران گرسنه بمونن؟ ما چی بودیم؟ مملکتمون چی بود؟ چرا ملتی مثل ملت ایران با اون ثروتی که وجود داره درش، تنها نفت نیست، چرا باید به این بدبختی بیفته؟ و چرا مردم ایران گرسنه میمونن و این حکومت اسلحه و مسلحه و پول و همه چی رو میفرسته به یک کشور دیگه که اصلا ربطی به ما نداره، که برن مثلا با نمیدونم لبنان رو خرابکاری کنن، نمیدونم با اسرائیل به جنگن، با اونجا به جنگ. نشستی سر زندگی خودت بشین کار خودت کن، مردمت از گرسنگی نجات بده. اصلا این رویا چی که شما فکر میکنید شما آقایون، آقای خامنه یه روز بشه لیدر دنیا؟ اصلا مگه دنیا خودش چلاق ده؟ ببخشید معذرت آقا، خداحافظی میکنم با تو برای که نمیخوام اصلا منظورم این آقای خامنه‌ای، ببخشید من اصلا آدمی نیستم به کسی بگم دستش چلاقه ایناست، نه اون هر چی بوده در اصلا نقصیه. من اینجا تو کار دارم، من اینجا تو کار دارم. تو رو خدا یک سر نمازت بشین با خدا واقعا صحبت کن، ببین خدا اصلا تو رو قبول داره که از طرفش صحبت کنی با این دستای تا اینجا جنایتکارتون و کشتن بچه ها و زن و بچه ای مردم. شما را اگر عمری باشه تا فردا باز خواهیم دید. آنقدر نفس‌های خسته من رو خواهید شنید تا یک زمان ببره. زنده باد ایران، زنده باد آزادی و حقوق بشر. حضور خانم ها و آقایان، عرض ادب و احترام دارم. بسیار خوشحالم که باز شبی در خدمت عزیزان فرصت عرض ادب دست داد. از دوست گرانقدر و خوش‌ذوقمون جناب استاد صدرا هم ممنونم که لطف فرمودن. به محض این که من شعر رو بخونم، همه عزیزان عنایت خواهم فرمود که علتی داشته که بلافاصله بعد از دختر عزیزم خانم صدیقی به من فرمودن که شعر بخونید. من واقعا عذرخواهی میکنم با حضور استاد مستی عزیز، استاد حسامی، سایر عزیزان دیگه رخصت میدن که من عرض ادب کنم، اینو عذرخواهی میکنم. چندیست دلم یک دل با فتنه گران است، این هم به یقین معجزه دور زمان است. چون فتنه گری بانگ عدالت طلبی شد، دل بهر خدا یک دل با فتنه گران است. بیداد چو شد میوه آزادی و قانون، بیچاره دلم عاشق ظلم و خفقان است. جایی که چکد خون دل از ابر بهاری، والله که بهاران خجل از فصل خزان است. روزی که شب قدر بود شام جهالت،
قرآن متنفر ز حلول رمضان است. زاهد که وضویش همه از خون دل ماست، تکبیر نمازش به یقین ننگ اذان است. زاهد که وضویش همه از خون دل ماست، تکبیر نمازش به یقین ننگ اذان است. دیروز چو حلقوم ندا غرقه خون شد، فردا به خدا روز ندای همگان است. دیروز چو حلقوم ندا غرقه خون شد، فردا به خدا روز ندای همگان است. با مرگ 200 آرش و سهراب و سیاوش، این مام وطن دلنگران است. دیدیم به دنبال هوا و هوس شیخ، هر لحظه فرامین خدا در نوسان است. دیدیم به دنبال هوا و هوس شیخ، هر لحظه فرامین خدا در نوسان است. چون با تو جهنم شده این ملک اهورا، بی تو به یقین غرفه ای از باغ جنان است. ما را چه به بدبختی لبنان و فلسطین، جایی که وطن یکسره در آه و فغان است. Thank you.